با شما هستیم در بخش سرخط. ما منتظر ویدیوهای شما هم هستیم از طریق شماره واتساپ ما و او دوستایی که در چند روز گذشته بر ما ویدیوهایی که روان کردن. حال ما با شما یک جو این ویدیوها را میبینیم و همچنان میتونین شما تماس بگیرین به 86 56. و افزایش زباله مشکل دائمی شهر کابل بوده و این باعث شده که مردم شکایت کنن و این روزا انبار زباله در اکثر نقاط شهر کابل در کوچه و پس کوچه ها و در کوچه های فرعی شاید شما دیده باشین. و حتی او دوستایی که بر ما ویدیوهای مختلف روان کردن بسیار مشخص گفتن که ما در فلان منطقه هستیم و زباله‌دانی نداریم و این یک مشکل بزرگ شده و ما مجبور شدیم که شکایت کنیم و این ویدیو را بگیریم بر شما روان کنیم. ما هم به همین دلایل آقای انجینیر بهزاد قیاسی را دعوت کردیم که رئیس تنظیف شهر کابل هست تا مشکلات شما را با آقای قیاسی شریک بسازیم. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. سلامت باشین، صبح شما و صبح بینندگان بخیر. بسیار خوش آمدید جناب قیاسی صاحب. و این وعده ما دیروز با شما بیننده خوب ما بود. با این که مشکلات که با ما مطرح کرده این توسط ویدیو خواستیم که جناب قیاسی صاحب دعوت بکنیم تا با این مشکلاتتان رسیدگی صورت بگیرد. با شما یک جا میریم به دیدن همین ویدیو. خوب است قیاسی صاحب؟ سای مندوی است. زهره نایه هفت یوم کوچه هسته شرغالی توجه نمی کنه. جوجه ها سر تا آخر پر است، همی مواد اضافی است، پلاستیک، چیزایی که خوراک فروشی هست اینجا مرکز دارن و هر کس هر چیزی میخره جنگلی های خانه های خود کلو شاید هم اینجا مندازن. هیچ توجه صورت هم میره صرف شروعی کابل و کدام صندوق را بخاطر جنگلی که در بینش بندازن مد نظر نگرفتن در این ناحیه. سلام میمل جان، مریم جان، منطقه کس؟ منطقه دستفامی رحمان مینه ناهی هشتم است که خودتا میبینیم سرکش جور شده، برقشانم هم آمده، نلاب همش تکمیل است، فقط بالای هر سر هر کوچه کسافتانی مردم جور کردن و از شروعی خواهش مندیم که به خاطر هر کوچه ما یک زبالدانی بیارد. یک سال آوردن، مگم بعدن بعض یک سال پس دوباره جمعش کردن و دیگه ناوردن و اونجا بسیار زیاد پاکاری هم نمیشود، بسیار زیاد مشکلات هست. خواهش مندیم که از شروعی که توجه جدی صورت گیرد. تشکر. خب، ما افزایش زباله های مشکل دائمی شهر کابل است. بعد دو ویدیوی دیگه هم از شهر کابل است، از قسمت مکرویان که انشالله که اون هم صحبت کنیم. اول با بله، نشر خواد کردیم. جناب قیاسی صاحب، میم در رابطه با ویدیوی نخست ما که قسمت مندوی شهر کابل بود، بعد از نای اف که دو ویدیو از اونجا روان شده بود. خب، مشکلات را که دیدیم ما میپذیریم که مشکل هنوز هم در شهر کابل موجود هست، ولی در دو بخش اگر ما تقسیم بکنیم مشکلات، اولی که یک اندازه محدودیت ها خود شهرولی کابل هم داره که کمبود امکانات و وسایط و یپا هست که مشکل ما تا یک حد برطرف کردیم و یک پروژه بسیار کلان را سال گذشته آغاز کردیم که خریداری وسایط و زباله‌دانی ها بوده و این توزیع از این میار که من برای شما صحبت میکنم به شدت جریان داره. از کجا شروع شد این توزیع؟ در تمام نواحی شهر کابل به طور اوسط تا به 113 پای زباله‌دانی جابجا میشه. یعنی بعض ناحیه ها هستن هنوز نشدن، شده روان است. ممکن شما
در ساعات مختلف شهر دیده باشیم که زباله‌دانی های رنگ نارنجی سربسته بسیار به شکل معیاری هست که توزیع جریان داره. و اینا در چه سایزی هست؟ سایزهای 1 متر مکعب و 7 متر مکعب هست که نظر به میزان تولید کثافات هر منطقه جابجا میشه. و بر یک بار شما برین یکی از این کثافت‌دانی را زیر فوکس بگیرید که مردم از این به چی ترتیب استفاده میکنن. کثافات میرن به دست یک طفل میدن که در کراچی را انتقال میده، میبرن در پایین کثافت‌دانی میندازن. و وضعیت شام به همگی معلوم است که در آخر روز از او ساحه چی جور میشه. کار ما تقریبا دو چند میشه. مردم میان کثافات به پایین زباله‌دانی میریزن، مجبور ما یک اول بریم یک پرسنل فیزیکی به حساب کارمند اوجا توظیف بکنیم برای اینکه کثافات داخل کثافت‌دانی بندازه و بعد از اون موتر انتقال بده. یعنی ما دو بار مصرف میکنیم. این کثافت‌دانی چه وقت جمع‌آوری میشه؟ یعنی هر روز از جمع‌آوریش یا جمع‌آوری چند روز بعد؟ همه روزه هست. وسایت ما تقریبا 60 تا رو وسایت بسیار معیاری 0 کیلومتر خریداری کردیم که فعلا تقریبا 30 اراده ازی توزیع شده با حدودا نزدیک به 425 کثافت‌دانی را فعلا ما توزیع کردیم از جمع 2000 پای کثافت‌دانی و متبقی ازی هم دمی روزهای آینده بخیر انتقال دادن. چطور که این کار طولانی مدت شده؟ شما گفتین که تقریبا یک سال این کار جریان گرفته و جریان داره، با وجودی که نیازمندی بسیار زیاد است و مردم با مشکلات زیادی روبرو هستن از این ناحیه. خب پروسه‌های تدارکاتی هست که ما نمیتونیم اسکیپ بکنیم. پروسه‌های تدارکاتی وقتی که یک پروژه را آغاز میکنیم از روزی که به حساب پیشنهاد ازی آماده میشه و بودجه سازی بررسی میشه و بعد این پروژه به اعلان میره و ارزیابی و بعد از اون که به شرکت که ایره به حساب ساخت ازی ایره میسازن وقت نیاز داره و همه ازی دیگه تقریبا یک سال در بر گرفت. جناب قیاسی صاحب، بین دقیقا سرمی دو ویدیوی کزنوی اف بر ما روان شده بود که اونجا رئیس نایه وجود داره و کار رئیس نایه چی می باشه؟ خب ناحیه هفتم بیاین ما شما قسم دیگه صحبت میکنیم. ناحیه هفتم کسایی که یک سال قبل اگر شاهد باشن که در ناحیه هفتم چی وضعیت بود و امروز میبینن که ناحیه هفتم در چی وضعیت هست. چند ناحیه شهر کابل که البته ناحیه هفتم هم جز از او است، ساحاتی بود که ما از 10 سال به این طرف انبار کثافات داشتیم و اکثریت از این ساحا کثافاتش انتقال داده شد و به جایش تقریبا در بعض ساحات ما کثافت‌دانی جابجا کردیم، ولی هنوز هم همین پروسه جریان داره. و ویدیو کلیپ دیگه ای که دیدیم که در داخل جویچه ها پلاستیک انداخته بود. یک مشکل بسیار جدی هست که در شهر دامنگیر همگی هست و انداختن پلاستیک و کثافت به داخل جویچه ها با وقت که یک چالش بسیار جدی هست در شهر و باعث میشه که ما در موسم آبخیزی با جنجالای بسیار بزرگتر روبرو شویم. چطوری باید کنترل شود؟ خوب ما ایره چندین مرحله داره. در قدم نخست باید ما برنامه های آگاهی دهی داشته باشیم که داریم از طریق فیسبوک، رسانه ها و با اهالی منطقه، با وکلای گذر، با همگی و نشست برخواستای بوده. با توجه به شرایط پس اطور انتظار میره و دیده میشه که اطلاع رسانی و آگاهی بر مردم بسنده نبوده که مردم هنوز هم این کارشون ادامه میتن. خوب یک عادت بده که آدم بخواید ترک بکنه یک مدت زمان نیاز داره و فعلا به مردم امی موضوع یک گپ بیخی عادی هست که کثافات بیگی به داخل جوی بنداز. و ای که ما امی از هان مردم تغییر بتیم نیاز به وقت داره، نیاز به همکاری چندین جناب مردم ها داره که یکی از طبقه از او که به حساب همکاری کرده میتونن شما هستین. مثلا شما به راحتی دیده میتونن که همه از این پلاستیک هست که روزانه یا از دوکاکین میرن نان مثلا میگیرن یا از سوپرمارکت ها میرن و یا ای که اطفالشان مثلا آیس کریم یک چیزی میخورن خلاص که شد پست زیر میگیرن به داخل کثافت دانی میندازن. خب ادعای مردم همیشه در قبال مسئولین و اینطور وضعیت هایی است که جای نیست ما خواهی چی کنیم؟ خب اتا هم امکان نداره که ما در هر 20 متری شهر ما کثافت‌دانی نصب بکنیم. این اگر شما در هر نقطه دنیا برین شما نمیبینین که در هر کنج کنار یعنی به هر فاصله 10 متر 20 متر کثافت‌دانی باشه. سیستم جمع‌آوری کثافات شهر کابل به شکل سیستم محله‌ای است یا کامیونیتی بیسد کلکشن سیستم است که ما در هر محله یا به هر 100 خانه یا 500 خانه یا 1000 خانه ما یک نقطه زیر داریم که مردم کثافات تا اون نقطه باید برسانند و بعد از او باز شورولی از امون نقطه باید انتقال بدن. چرا قیاسی صاحب، یکی از بیننده ما میل از سلام خدمتتون تقدیم میکنه و بیننده برنامه است، ما هم برش سلام تقدیم میکنیم. از نایه نو به تماس شده بودن، گفتن در نزدیک لیسه خوجرواش انبار از کثافات گفته ایجاد شده. شورولی در پهلوی مکتب
و اونجا کسایی که میرن متعلمین هستن گفت که باعث اذیت از اونا میشه گفته و نایه نو هیچ اقدامی نمیکنه در جمع مبارزه. خب نایه نو هم اگر شما مثلا مناطق مختلفش ببینین، مکتب خواجه رواش اونجا یک مشکل داره که آب، البته پروژه بوده که در گذشته تطبیق شده و او ساحه آب نمیتونه که به حساب عبور بکنه و به کانال بره، و همین گپ باعث شده که کثافاتی که مثلا در جویچه ها میاین بالاخره دمی پیش مکتب جابجا میشه و همش که از جا وقتن فوقتن انتقال داده میشه. فعلا بالا از این پروژه کار جریان داره که بتونیم ما یک راه حل منطقی به رزی پیدا بکنیم تا اینکه آب از ساحه رد شه و همین کثافاتی که در اونجا هست هم بتونیم برش راه حل پیدا بکنیم. یک نکته دیگر هم میخوایم که اینجا یادآور شیم، از سگای ولگرد دیروز و پریروز بر ما ویدیو رسید از قسمت از مکرویان و قسمت از سیلوک، یک مادر روان کرده بود در رابطه با جمع‌آوری سگای ولگرد. تک زمان ریاست تنظیف یک اقدامی کرده بود و این هم قسمت از کارته پروانه که بر ما روان کردن این ویدیو را دوستان. و او برنامه جمع‌آوری سگاب چی شد؟ کارش با کجا خوب رسید؟ در گذشته یک پرکتیس بسیار غلطی بود در شهر کابل که ریاست تنظیف اون انجام میداد که سگای ولگرد می گرفتن میکشتن با خطرناکترین زهری که موجود بودی کشته میشده و بالاخره از ساحه انتقال داده میشد و در قسمتی رو ما دفن میکردیم که البته امو ساحه که بالاخره دفن میشه از نگاه محیط زیستی تقریبا اونجا ما در حالت ایجاد یک فاجعه بودیم، چون این زر بالاخره میره در آبای زیرزمینی مخلوط میشه و مشکلات آبای سطحی زیرزمینی رو در شهر کابل همه ما شاهد هستیم که در چی وضعیت قرار داره. بنابراین برنامه که در تمام جهان مملکت‌ها و شهرهایی که همچون یک مشکل دارن کار را که وا کردن، عین پروسه را ما در شهر کابل شروع کردیم تطبیقش. این پروسه فرض کنه اگر 5 سال پیش تطبیق میشد امروز ما و شما این مشکل نمی داشتیم. اینمی کمپانی یا می شرکتی که فعلا یا می انجوی که فعلا ما امروش کار میکنیم 5 سال پیش به شهرولی کابل یا رجوع کرده بودن، ولی در اون زمان بر از یاد جواب رد داده شده بود و مجبور ناگزیر ما این برنامه را شروع کردیم که پروسه واکسین سگ ولگرد هست و به تعقیبش برنامه عقیم سازی هست. سگ ولگرد اول به حسابی که چی مشکل ایجاد میکنه، اولی که به حساب سگ ولگرد مرض سگ دیوانه را میتونه که در ساحه بیاره و این باعث میشه که اونمو مردم یک اندازه اذیت شون و اگر کس مثلا اگر خدای نخواسته گزیده میشه توسط این سگا ممکن وا هلاک شوند. و این در گذشته تعداد ارقام ازی تقریبا سالانه ارقامی که ما در وزارت صحت عامه ثبت شده تقریبا 2000 نفر روز ماهانه سالانه در شهر کابل ما تلفات داشتیم. اقدام اول ما این است که باید ما تمام سگای ولگرد شهر کابل همه زیر باید ما واکسین بکنیم. واکسین ضد مرض سگ دیوانه هست که همین مرض ما در شهر کابل از بین ببریم و به تعقیبش باید نسل سگ یا نفوس سگ باید در شهر کابل مدیریت شود. کشتن رای حل نیست. سگ ها قسمی است که یا به شکل از برنامه وجود داره جناب قیاسی، بله برنامه بسیار جامعی وجود داره و یکی از عواملی که باعث زیاد سگای ولگرد میشه عدم مدیریت درست کثافات هست به شکل درست. مردم مثلا کثافات باید به داخل خریدها باید ما بیاریم سرش بسته کنیم به داخل کثافت دونی بندازیم. سگ ولگرد در جای پیدا میشه که اونجا غذا باشه، نان باشه و فضا برش مساعد باشه. اگر در صورتی که ساحه مساعد نباشه برش، غذا نباشه، نان نباشه، سپاسگزار هستم. تشکر، سلامت باشین از اینکه امروز تشریف آوردین. خب ما منتظر ویدیوهای شما هستیم. شما میتونین ویدیوها و مشکلاتتون رو بر ما از طریق شماره واتساپ ما ارسال کنیم. بله، یک چیز دیگه مریم جان که بین با طبیعت خود لاقل خود ما آشتی بکنیم، با ریاست تنظیف، با شهرداری کابل خود، با ارگانهای امنیتی خود، با محیط زیست خود لاقل همکار خوب باشیم. نکته هایی را که جناب قیاسی صاحب یادآور شدن لاقل پس از این ما توجه بکنیم. وقفه میگیریم، پس از وقفه هم دوباره برمیگردیم.